سلام بچه ها، امروز آخرین روزیه که توی ایرانیم و فردا دیگه ساعت 2:20 شب پرواز داریم به انگلیس. داستانم اینطوری بودش که معمولا برای روزی که ویزا میاد یکم قبلش معمولا ایمیلش میاد برای آدم و آدم میفهمه که خب مثلا 3-4 روز دیگه قراره ویزا برسته دستم، یعنی خود پاسپورت ها. ولی برای ما به خاطر شرایطی که ایران داشت اینترنت نداشتیم و نمیتونستیم که اصلا بفهمیم که کی قراره پاسپورت ها دستمون برسه، ولی به ایمیل دسترسی داشتیم. ولی وقتی میرفتیم توی ایمیلمون هیچ ایمیلی برامون نیومد و یهو روز پنجشنبه یا جمعه بودش که پاسپورت هامون اومد. کلی خوشحال شدیم ولی خب کاری هم نمیتونستیم بکنیم تا شنبه. شنبه دیگه رفتیم پرواز رو گرفتیم، خرید کردیم و چون خانواده همسرم اهواز هستن روز یک شنبه صبح پرواز گرفتیم رفتیم اهواز، خدافظی کردیم. دوشنبه صبح بلیط گرفتیم برگشتیم. شبش من دوستمو دیدم، چمدونامونو جمع کردیم و سه شنبه که امروز بود خونه ما با خانوادم جمع شدیم، خداحافظی کردیم و فردا که چهارشنبه است باید ساعت 9 دیگه فرودگاه باشیم که 10:10 خورده‌ای دیگه باید از گیت رد بشیم و دیگه بریم. حالا پروازمونم اینطوریه که اول مقصدمون ترکیه از استانبول، فکر کنم 2:20 تایم دقیق پروازه، 5:20 میرسیم استانبول و 7:20 از استانبول پرواز داریم به منچستر و فکر کنم 9:20 نمیدونم این حدودا میرسیم منچستر. و اینکه همه چیز یهو خیلی سریع پیش رفت این هفته آخر، فکر نمیکردم اینقدر سریع باشه. حالا در اینکه من ارسک پرسک گذاشتم اینجا اینه که میخواستم بگم که من جز اون دست افرادیم که از بچگی خیلی دوست داشتم مهاجرت کنم. مثلا زبان رو دوست دارم، این که توی کشور دیگه زندگی کنم، تجربه زندگی توی کشور دیگه رو داشته باشم رو دوست دارم، یعنی کلن از مهاجرت خوشم میومد. با این حال هفته آخر که میشه همه چیز فرق میکنه. هر چقدر فکر کنین که براتون راحته، هفته آخر که میشه همه چی فرق میکنه و حتی شما دلتون واسه عروسکاتون تنگ میشه. یعنی برای من که اینطوریه، من مثلا دلم برای اتاقم تنگ میشه. این که میدونین همیشه همه آدم ها اینطوری هم، وقتی که آخرین باریه که داری اتاقتو میبینی، آخرین باریه که داری افراد خانوادتو میبینی و اینو میدونی، یه مقدار برات سخته و مخصوصا این که میبینی همه ناراحتن، اشک تو چشاشون جمع میشه، گریه میکنن، اینا همه یه مقدار سخته واسه آدم. و حتی میدونین آخرین روزا همون شهری که شاید توش تا دیروز ناراحت بودی، همون شرایط زندگی که تا دیروز برات سخت بود، یا همه چی یه جور دیگه ای میشه، یا مثلا قشنگی ها یا بیشتر به چشت میاد، یا همه چیز میدونی اینجوری میشه که چرا من دارم مهاجرت میکنم، چرا مثلا یهو میدونی روزا آخر همیشه همینطوریه. مثلا سفر که یه جایی میرین روزا آخر این شکلی این که احساس میکنین تازه من الان عادت کردم، تازه دلم میخواد بیشتر بمونم ولی وقتش نیست و باید برگردین. اینم مهاجرت هم همینطوریه و ما دقیقا توی این هفته آخر تازه این احساساتو به دست آوردیم. میدونین زودتر از اون شاید 20,000 بار خانوادتون رو ببینین، دوستاتون رو ببینین، بهشون بگین من دارم مهاجرت میکنم، اما هیچ چیز اون احساسی نمیشه که لحظه که بلیط دستتونه و میدونین که دیگه فلان روز پروازه و همه چی دیگه تموم شد. اما از طرفی خب این حس خوبو هم داره که شما خب به هر حال زبان خوندین، تلاش کردین، هزینه کردین و اینکه میبینین به ثمر رسید، به اون جایی رسید که میخواستین و نتیجهشو میبینین حس خوبیه. اما خب مسلماً سختم هست از بابت اینکه دلتون تنگ میشه. به هر حال آدم باید بذاره که بگذره و همیشه پیش بره و ببینه که در نهایت
انتخابش موندن توی یک کشور دیگه است، دوست داره برگرده، ممکنه ویزاتون زودتر بهتون ایمیل نشه و یه هوی بیاد دم خونتون، بنابراین باید خب منتظر باشین و این ریسک رو نکنین که برین یه وقت فکر کنین که نمیاد یا هرچی. و این که من خیلی دوست داشتم از چمدون جمع کردنم براتون ویدیو بگیرم، از کل این پروسه براتون ویدیو بگیرم، ولی واقعا میگم که وقت نشد. یعنی ما در عرض 4 روز فکر کنین هم مسافرت رفتیم، هم با همه میخواستیم خدافظی کنیم، هم چمدون ببندیم، واقعا یه چیز سختی بود. متاسفانه نتونستم ازش براتون ویدیو بگیرم، ولی چیزای مهمی که باید برای مهاجرت توی چمدون گذاشت، مهمترینش اینه که خب کشور مقصدتون باید ببینین دمای هوا اونجا چطوریه، و مسلما بخش عمده ای از چمدون لباساست و لباسا مثلا برای من کلاه، شال، گردن، دستکش، پولیور خیلی به تعداد به دردتون میخوره، سویشرت، چون شما میتونین یه تیشرت رو روش سویشرت بپوشین، یه شارژر و هندزفری و چیزایی که برای چیزای تکنولوژیتونه، پاور بانک و اینا همه رو باید بذارین کنار، قرصای ویتامین، قرصایی که مثلا برای سردرد یا اگر بیماری خاصی دارین اینا رو باید حتما همراهتون داشته باشین. و مثلا بهترین روشی که چمدون جمع کنین اینه که اولین خورده ریزاتون رو مثلا عطر و مسواک و چیزای کوچیک، مثلا دستبندی، چیزی اگه میخواین رو بذارین کنار، بعد این لباساتون رو همه رو شروع کنین تا کنین بذارین، بعد شروع کنین توی این کفشا رو مثلا با جوراب و لباسی رو اینا پر کنین که کفشاتون له نشه. و کفشای چرم خیلی وزنشون زیاده، کفش کتونی هم خیلی به درد بخورتره، حتما سعی کنین اولویت بندی کنین و توی کفشا رو حتما میگم با این چیزا پر کنین. مسلماً این خوشبار و اینا هم اگر میخواییم بردارین بینش مثلا این لباس مباسا رو داشته باشین. و حتما برای چمدونی که میخواییم ببرین توی کابین حواستون باشه که دارو نباشه توش، چیز مایع مثل عطر و نمیدونم لوازم آرایشی که مایع هستن و اصلا همراه خودتون نبرین، چون درد سر میشه باید بازش کنین. ترکیشه روی مثلا اگر ویزاتون دانشجویی باشه روی اون فردی که ویزای دانشجویی داره یه تخفیفی میده، که ولی به هر حال فکر کنم یه پولی باید بدین اضافه به خاطر حالا بیشتر از 30 کیلو بردن، ولی خب برای دانشجو تخفیف میده. غیر دانشجو هم یه مبلغی میگیره به عنوان اضافه بار که میتونین مثلا حالا 10 کیلو اضافه بار بگیرید، که ما همین کارو کردیم، یه 40 کیلو، یه 45 کیلو با حالا اون 10 کیلویی که میتونین توی کابین ببرین. این کار رو حتما بکنین چون به دردتون میخوره، چون همیشه چمدونی که میخواین ببرین خیلی سنگین میشه. دیگه نمیخوام ویدیو رو طولانی تر از این کنم، حس و حال این روزای آخرم رو بهتون گفتم، یه مقدار سخت هست ولی خب دیگه همینه که آدم باید وقتی که این انتخابو کرده تو تهش بره. مسلما هم یه سری حسنای زیادی هم داره و بیشترین و بدترین سختیش واقعا دلتنگیه. و اینکه خوشحالم که تا اینجای ویدیو رو دیدین و حالا حتما از کل اینا هم ویدیو میگیرم. امیدوارم که دوست داشته باشین ویدیومون. فعلا خدافظ.